محمد شریعت مداری از اطلاعاتی های اول انقلاب وقتی که خامنه ای شد رهبر یعنی از سال 68 محمد شریعت مداری رو برد تو دفترش برای کارهای اطلاعاتی و بازرسی دفتر از سال 1370 ایشون میشه عضو هیئت امنای انبال در اختیار ولی فقیه از سال 1373 میشه مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام دوره احمدی نژاد بود که به حکم خامنه‌ای شد عضو شورای راهبردی روابط خارجی یعنی عملا از مشاوران رهبر معظم در روابط خارجی اینایی که دارم میگم باز خواهش میکنم در نظر داشته باشین که یک نفر که جزو رؤسای این باند مافیایی است هم باید در روابط خارجی نقش درجه اول داشته باشه هم در داخل و اداره حساب کتاب پنهانی این نهادها تو دولت اول روحانی محمد شریعت مداری شد معاون اجرایی رئیس جمهور تو دولت دومش شد وزیر صنعت و معدن و تجارت نمیگم همه دوزیا ولی بخش مهمی از قاچاق از طریق همین بخش تجارت وزارت صنعت و معدن انجام میشه ماجرای ورود 37 هزار خودروی غیرقانونی به کشور به اصطلاح یکی از دلایل برکناری آقای شریعت مداری بود از وزارت صنعت و معدن و تجارت که بعد بلا فاصله خانه ملت مجلس شورای اسلامی کردش وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی اونجا اشتباه اونجا همینجوری میگم میریم جلو ببینید دیگه که این ساختار مافیایی چجوری اداره میشه آدم‌ها از این چرخه بیرون نمیافتن از اینجا میرن اینجا میره، اینجا میرن اینجا بعد آقای محمد شریعت مداری در تمام این سالها همه کاری مالی آیت الله ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که سالهاست متولی شاب با همه درآمدها از نظر مردم ساده و پازاش ها و فروشگاه ها و املاک اون امامزاده معصوم به انبرم همین حاج محمد شریعت مداری از دست نوریانی ها در آورداد به حضرت آیت الله ری شهری یاد که کوچی گفتگوی خبر خود رو آبان 85 با علی نوریانی نماینده بیمه در ایران 50 درصد سرمایه کمپانی آقای نوریانی بیچاره میگه میگه 50 درصد سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان و متحر شاه عبدالعظیم الحسنی است شریک شدیم ما به ادامه همکاری با هم مؤسسه ری مفتخر و مصریم زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی نصیب BMW بی ایجاد می شود که 50 درصد سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می شود چقدر بیچاره است این آقای نوریانی که اینا رو مجبور بگه آخرش آقا دستش در بردن و چون خبرنگاره نوشته که وقتی رفتن نمایشگاه BMW بهشون بی گفتن این نمایندگی مال نوریانی نیست و مربوط به ری شهری است اینها فقط دلالند کیا همین علی نوریانی که بعد از وهاب زاده نمایندگی به رو تو ایران داشته باباش مرتضی نوریانی مرحوم پدر صنعت چاپ ایران بود با یه تشر ری شهری یا همین حاج محمد شریعت مداریش رو دلال و بعدم اصلا گردونه خارج شد واردات به تو ایران سالهاست دست حضرت آیت الله ری شهریه محمد, رش... محمد, شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت قبلی و وزیر راه فعلی دست راست آیت الله ریش شهری در این نوندونی شابتالازیم با برند BMW رهبر چکا میکنه این واسه حق حساب همین و با این برند و فلان و اینا ری اینها همه سالانه واریز میشه به حساب رهبر معظم فقط یه قلم سال 1390 به دستور رهبر معظم معادل یک میلیارد دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد یک میلیارد دلار فقط در یک سال باج رهبر معظم از یکی از نوچه هاش رئی شهری و محمد شریعت منداری. محمد شریعت مداری هم تو شاب همه کاره رئی هم تو ستاده اجرایی همه کاره خامنه ای. این ساختار مافیایی رو بریم جلو بیشتر متوجه میشین محمد شریعت مداری خوهرشو که پیرار سال متوفا شد داد به سرلشکر سالهی که الان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس ارتش بود سالهی یک گل پسر داره به اسم امار که با گل پسر محمد شریعت مداری امیر حسین شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار رو اداره میکنن. شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار یکی از شرکت های هولدینگ صادرات و واردات شرکت تجارت نور ابرار. امار صالحی که عکسشون رو ملاحظه فرمودین <applause> پسر رئیس ستاد ارتش هم خودش نماینده یکی از شرکت های آرمانی تو این شرکته که کارش ساخت و ساز پروژه های بزرگه تو این شرکت محسن جعفری هم هست محسن جعفری که گل پسر ممدلی جعفری عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران امیر حسین شریعت مداری پسر محمد شریعت مداری در شرکتی به نام مدیریت سرمایه پانا دژسان با محسن پسر 33 ساله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و فرد دیگری به اسم محمد مهر که گویا پادوی تیم خسروتاج بوده این خسروتاج کنیم مهمه براتون میگم کار میکنه محمد شریعت مداری عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان آقا یه دومادم داره به اسم محمد هادی رضوی که قبلا دربارهش صحبت کردیم بعد اضافه کنم که ایشون دوازده سال تحصیلات شد تو مدرسه معتلفه اسلامی گذارنده همین آقای محمد هادی رضوی سرمایه گذار سریال شهرزاد که مهمترین کاری که واسه خانواده زنش کرد این بود که در واقع برای خانواده محمد شریعت مداری کرد این بود که برادر زنش امیر حسین شریعت مداری رو برد تو دو فصل سریال شهرزاد بازی کرد سلبریتی شد واسه خودش اینا اعضای مهم خانواده محمد شریعت مداری و عضویت مدیری ستاد اجرایی تحت امر رهبر معظمه تازه ترین خبری که در رابطه با شرکت های تحت امر ولی فقیه منتشر شد در تاریخ یکم آبان 97 بود که روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه اعلام کرد در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت های مخابرات ایران و همراه اول خارج شد اعلام هم نشده که سهام من چقدر هزاران میلیارد دیه سپاه به کی داده شده که اومد بیرون از مخابرات هرچند داریم میبینین دیگه وقتی ستاد اجرایی آقای امام خامنه‌ای مالک کنسرسیوم توسعه اعتماد مبینه همه سهام مخابرات الان دست ستاد اجراییه تحریما باعث شد سپاه مخابرات رو واگذار کنه که این وقت به خاطر سپاه کل مخابرات جمهوری اسلامی ایران تحریم نشه کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین پنجم مهر ماه سال 88 ظرف نیم ساعت 51 درصد سهام مخابرات رو خرید به ارزش 7800 میلیارد تومان کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت های سرمایه گذاری توسعه اعتماد شهریار مهستان هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود حالا سپاه پاستانان از طرف تحریم ها سهامش رو در مخابرات و همراه اول به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار میکنه یعنی هر دو قول اقتصادی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به ستاد اجرایی واگذار کرده مخابرات همراه اول با حذف سپاه ببینین از این چارت که دارین میبینین مسئولیت کلاهبرداری ده هزار میلیارد تومنی ارزش افزوده از دلالی دوزیای اینترنتی و موبایلی دیگه فعلا و اساسا با ستاد اجرای فرمان امام هم. چه امامی